مسائل زیادی در مورد 18 تیر مطرح است. من مطمئنم که امروز و فردا ما زیاد در این باره صحبت خواهیم کرد. ولی خیلی اعتقاد دارن که 18 تیر آغاز تحول در جنبش دانشجویی ایران بود بعد از انقلاب. معمولا کسانی که این ادعاها رو مطرح میکنن برای ترهین ادعا چه دلیلی دارن؟ بله، خب شاید مهمترین دلیلی که این دسته از کارشناسان اعتقاد دارن که آغاز تحولی بر در جنبش دانشجویی بوده این بود که بعد از 18 تیر ماه 78 روند استقلال گروه های دانشجویی و جداییشون از حاکمیت شتاب بیشتری گرفت و خب رادیکال تر شدن خواسته های جنبش دانشجویی بود در ایران و تشکیل گروه های مستقلی از طیف های مختلف مثل خب گروه هایی بودند که گرایشات چپ داشتن مثل دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب، دفتر تحکیم وحدت که طیف مدرن اون بعد از اون تونست قدرت رو در این تشکل به دست بگیره و سیاست دوری از حکومت رو به پیش ببره و گروه های مستقلی دیگه بودن مثل جبهه متحد دانشجویی که بعد از 18 تیر ماه تعداد زیادی از اعضاشون بازداشت شدن و خواسته های رادیکال تری پیدا کردن این گروه ها. و خب بعد از 18 تیر ماه بود که دیدیم میتینگ های اعتراضی در سطح دانشگاه ها شدت بسیار زیادی پیدا کرد و مرتب در طول این 10 سال گذشته ما دیدیم که میتینگ های اعتراضی در سراسر دانشگاه های ایران رو و همینطور نحوه در واقع تعامل و نزدیکی جنبش دانشجویی با جنبش های دیگر در ایران، جنبش کارگران، جنبش زنان و نزدیکی که بین این گروه ها ایجاد شد، اینها همه در واقع سرآغازش برمیگرده به 18 تیر ماه و در خود 18 تیر ماه هم که در واقع حمله انصار و بسیج و نیروی انتظامی در 17 تیر ماه در 10 سال پیش در چنین در واقع ساعاتی بود که در واقع اعتراض کرده بودن روز دانشجویان به بسته شدن روزنامه سلام که نامه سعید امامی رو منتشر کرده بود همونطوری که اشاره کردی به وزیر اطلاعات و اون تحسن آرام با حضور نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد. بسیاری از دانشجویان رو از طبقات خوابگاه به پایین پرت کردن با ذکر یا زهرا و یا حسین عزت ابراهیم نژاد کشته شد در اونجا و بسیاری از دانشجویان بازداشت شدن و تمامی این در واقع برخوردهایی که صورت گرفت و شبیه اون رو هم در چند روز پیش دیدیم که در دوباره در تهران و دوباره در همون کوی دانشگاه صورت گرفت. خب این مسئله حمله به کوی دانشگاه اشاره کردی، اخیراً خب لباس شخصی ها و نیروی انتظامی دوباره به کوی دانشگاه در چند هفته گذشته حمله کردن و تعدادی رو مورد ضرب شتم قرار دادن و بازداشت کردن. در مورد بازداشت‌های اخیر چه اخباری در دسترس ماست؟ من می‌دونم که جامعه حقوق بشر هم در خارج از ایران به شدت دنبال اینه که اسامی کسانی که بازداشت شدن رو جمع‌آوری بکنه. اصلا مشخص نیست. ما در ادامه این برنامه اعلام خواهیم کرد اطلاعیه‌ای رو که خواستار اینه که اگر شما یکی از اعضای خانوادتون بازداشت شده چه اطلاعاتش رو به آدرس ایمیلی بفرستید تا یه دیتابیسی از تعداد کسانی که بازداشت شدن در ایران جمع آوری بشه. در مورد بازداشت شده ها کوروش چطور زیاد داره؟ من فقط قبل از اون اشاره بکنم به سه چهره که از 18 تیر ماه در واقع سه چهره ماندگار. عزت ابراهیم نژاد رو اشاره کردم که کشته شد در همون شامگاه 18 تیر ماه و اکبر محمدی که بعد از گذشت 7 سال در زندان جان خودش رو به طرز مشکوکی در زندان از دست داد و به کشته شدگان 18 تیر ماه در واقع افسوده شد و همینطور بهروز جاوید تهرانی تنها زندانی سیاسی باقی مانده از 18 تیر ماه هستش که همچنان در زندان رجایی شهر است. البته قبل از این من به بازداشت شده‌های اخیر بپردازم و به سوال شما یه گفتگوی کوتاهی کردم آقای کسرانی، ایشون هم در از فعالین دانشجویی بودن که در 18 تیر ماه بازداشت شدن. گفتگوی کوتاهی هست، می‌خوایم رو با هم بشنویم و برسیم به بازداشت‌های اخیر. اون رو یک جنبش میدونم با توجه به اینکه زمینه‌ساز و بسترساز فعالیت‌های بعدی جنبش‌های دانشجویی شد و اولین جنبشی بود که بعد از قیام‌های مسلحانه سازمان‌ها و گروه‌های مختلف در داخل کشور به صورت مسالمت‌آمیز در عرصه اجتماعی ظهور پیدا کرد و مرگ بر استبدادی رو که سالها بود در گلوها خشکیده شده بود به صورت
یک فرایند طبیعی به خیابان‌ها و اجتماع کشید. در طول بازداشتم که در زندان توحید و اوین سپری کردم، در نهایت الان من یک کلیه‌ام رو از دست دادم و چشمانم ضعیف شده و خب طی تلفنی که به پدرم کردن و گفتن که پسرتون رو اعدام میکنم، چون خانواده من 6 ماه از من بیخبر بودن، پدرم سکته کرد و فلج شد و مادرم هم در یک زمینه دیگری از بین رفت که اینا همه خودش جای بحث داره. حرکت‌های امروزین دانشجویان در دانشگاه ها هم وامدار حرکت 18 تیر هست و همونجور که 18 تیر وامدار یک کشتار بزرگ در سال 67 بود. بله، صدای محمدرضا کسرانی بود از بازداشت شدگان 18 تیر ماه 1378. کوروش، دیگر چه داری برای ما؟ بله، خب ما به دانشجویانی که در 18 تیر ماه بودن اشاره کردیم و جا داره نام ببرم از چند نفر از دانشجویانی که در حوادث اخیر کشته شدن: آقای مصطفی غنیان، ناصر امیرنژاد، کیانوش آسا، مهدی کرمی و ندا آقاسلطان بودن که اینها هم از کشته شدن دانشجو بودن. اما در مورد وضعیت زندانیان سیاسی، آمار انقدر گسترده بوده، طبق گفته دادستان کل کشور 2500 نفر بازداشت شده بودن که 2000 نفرشون آزاد شدن، 500 نفرشون همچنان در زندان هستن و پرونده‌هاشون به مراجع قضایی اعزام خواهد ارجاع خواهد شد. و خب نشستی هم داشتن، الان هم تصاویری از زندانیان از گروه‌های مختلف سیاسی رو می‌بینید، دانشجویان، اعضای جبهه مشارکت. و به ویژه در مورد وضعیت آقای سعید حجاریان نگرانی عمیقی وجود داره که حتی اخباری مبنی بر شایعاتی مبنی بر مرگ ایشون بوده که ما نمیتونیم رو تایید بکنیم و منتظر اخبار دقیق‌تر هستیم. و در واقع نشستی هم آقای خاتمی، موسوی و کروبی با هم داشتن که کمیته‌ای رو برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی و آسیب دیدگان حوادث اخیر در واقع تدارک دیدن. خب مرسی، کوروش صحتی.